خدمت دوستان عزیز، سام سروی هستم با یک لایو یهویی در خدمت شما عزیزان و خیلی خوشحال هستم که باز این سعادت نصیب من شد که شبی دیگر و محفلی دیگر در خدمت شما باشیم. در واقع الان ساعت 3:30 صبح هستش و امروز روز 19 بهمن 1402 هستش دوستان عزیز، و به عبارتی خیلی جالبه که امروز هم روز 27 رجب 1445 هجری قمری نیز هست. و جالبه که قبل از اینکه من میخواستم بیام اینجا، در واقع رفتیم یک تفعلی هم زدیم و البته بسیار عجیب بود و خیلی این تفعول روی من تأثیر گذاشت و باز طبق معمول تا من یک تفعولی میزنم دیگه باید بیام ببینم داستان از چه قراره. بیشتر امشب چون علایق مردم رو میدونم و حساسیت های خیلی از دوستان رو میدونم، من سعی میکنم عنوانی رو استفاده بکنم و بحث رو جور شروع بکنم که در ابتدا یک مقداری حالت جذابیت داشته باشه. متاسفانه خب این بالاخره، البته این یک هنریه در اینکه آدم بتونه ارائه بده کار خودش رو تا بتونه توجه مخاطبین رو جلب بکنه و جذب بکنه. از اونجایی که مردم این روزها با خیلی از مزامین و با خیلی از مفاهیم زاویه پیدا کردن و خیلی خیلی به دنبال مطالب سطحی و زرد هستن، متاسفانه نه شما عزیزان نه دوستان خاصی که مخاطب هستین، مخاطب من هستین که افتخار میکنم واقعا. انشالله که ما هم حالا بتونیم تا جایی که ممکنه مطالب خاصی رو خدمتتون بگیم، اما خب بالاخره در نهایت همه کس باید ببینن و وقتی سری به رسانه ها و جراید و مدیا میزنیم به قول معروف در یوتیوب و اینجور ماجرا، گاهی اوقات میبینیم که یه سری از عناوین به صورت شرطی روی آدما تاثیر دارن و وقتی طرف اون عنوان رو میبینه بودو بودو میاد ببینه چه خبره. اگه بتونی اون عنوان رو یه جوری انتخاب بکنی که مخاطبت، حالا اون مخاطب عام حتی، جذب بشه و بیاد داخل، خب خیلی خوب و عالیه دیگه. بعد میتونی اونو تورش بزنی و بتونی بقیه ماجرا رو بگی. اما حالا امشب من میخوام درباره چی صحبت بکنم؟ امشب میخوام من درباره مدیوم شدن صحبت بکنم. سلام و درود بر عرفان عزیز، بر پیکسی عزیز، بر خانم مارتا، بر همه دوستان عزیز سلام میکنم. ببخشید دیگه اگه من اسم بچه‌ها رو نمیارم، چون میخوایم سریع برسیم به ماجرا و مطمئنا لایو طولانی خواهد شد. با این حساب بتونیم به تمام مطالب بپردازیم، وگرنه همه شما عزیزان رو دوستتون دارم و از صمیم قلب ازتون تشکر میکنم بابت حضورتون. این روزها داستان مدیوم شدن دیگه نقل مجلس ها یا به قول بچه های مشهد نقل مجلس ها شده و تازگی ها دیگه یه سری آدم های دیگه افسار گسیخته و متوهمی پیدا شدن در این کانال های مختلف که احساس میکنن که اینها نعوذ بالله مبعوث شدن و یک سری در واقع میشه گفتش که الهاماتی رو دریافت میکنن یا ما رو سر کار میذارن، دیگرون رو سر کار میذارن، یا دچار بیماری اسکیزوفرنی هستن. بالاخره حالا این بیماری هم وجود داره دیگه، حالا درسته که حقیقتش هم وجود داره اما خب بیماریش هم هست دیگه، ما که نمیتونیم بگیم که بیماریش نیست. یا کلاشن یا بیمارن و یا همین که بالاخره سرکاریه دیگه قضیه. مثلا یه دفعه شما یه کسی رو میبینید که اصلا خیلی بی ربط، حالا خیلی عجیب و غریب ادعا میکنه که مثلا با سیاره فلان ارتباط داره و از سیاره مثلا آرکتریوس دارن با این آقا صحبت میکنن و ایشون مدیوم میشه و صدا اینا رو میشنوه و دیگه انقدر دیگه کمدی شده قضیه که حالا نه فقط در ایران خودمون و اینجور ماجراها که دیگه حالا راه افتادن همه این کارا رو دارن میکنن، تو خارج از کشور البته معمولا اونجا شروع میشه، بعد مستندا رو این بچه‌ها میبینن از هیستوری و اینجور ماجراها تحت تاثیر قرار میگیرن، میگن آقا سنگ مفت گنجیش کم مفت دیگه، حالا که این یارو داره ارتباط میگیره با اون عالم هپروت بذار ما هم ارتباط بگیریم، حالا چی میشه مگه ما هم بذار از یه جای یه چیزی بشنویم به مردم بگیم آمدیم و گرفت و خلاصه مردم توجه کردن. اصلا قصدشون در واقع دادن آگاهی نیست و
یه جوری به نظر من یا کلاشی یا دیوانگی یا یه پرنکه به گونه ای. حالا یه سری توی این در واقع نوکیشان این داستان پرافیت ها هم هستش که یه سری آدم ها پرافیت هن. یعنی دیگه احساس میکنن دیگه همه چی بهشون میرسه و بچه هم میبینی که تمام در واقع میشه گفتش که پیشبینی هایی هم که میکنن حالا از ریاست جمهوری نمیدونم آمریکا بگیرین تا نمیدونم انتخابات فلان تا جنگ فلان تو خارج از کشور همش قلابی در میاد و دروغ در میاد و اون لحظه میان صحبت میکنن یس اینجوری میشه اونجوری میشه مشت میکنن حرف میزنن چشاشون سفید میشه میرن تو حالت مدیوم اینا بعد اونایی که دور برشون هستن میگن آره اینجوری میشه بعدم که اون اتفاق نمیفته بعد میگن خب نه این لابد یک در واقع مصلحتی توش بوده که این اتفاق نیفتاده ولی این اتفاق خواهد افتاد یا در جهان موازی این اتفاق افتاده شما خبر نداریم مثلا فلانی پیروز شده ولی حالا شما ببینید اینا ما رو به جایی نمیرسونه و من قویاً به بچه های عزیز میگم خصوصا ببین آدم یه جوری هستش که ناخودآگاه وسوسه میشه یعنی به بیراهه کشیده میشه خیلی از دوستان عزیز ما که حتی باسواد هستن آدم های خیلی منطقی در ابتدا به نظر میان حتی نه از اون منطقی که من همیشه میگم و منظورم منطق عرفانیست نه منطق استدلالی که پای استدلالیان چوبین بود باید خیلی مراقب باشن که بابا همیشه الکی که نمیشه ارتباط گرفت که همه دیگه حالا جادوگر شدن و همه دیگه فال تاروت میگیرن و دیگه میگن آقا فهم میکنن مثلا این قضیه دیگه چرا ما نکنیم نه این نیست باید خیلی مراقبت بکنیم باید واقع‌گرا باشیم در مسیر عرفان باید با جان و دل باید با تمام وجودمون اگر واقعا رهروی راه هستیم واقع‌گرایانه باید با ماجرا نگاه بکنیم و خدای نکرده اسیر این نمایش ها و این شوها نشیم خدای نکرده که اگر این اتفاق بیفته کارمای بسیار بالایی داره دوستان کسانی که در مسیر عرفان به دیگران دروغ میگن دوچار کارمای بسیار شدیدی میشن حتی معمولا اینجور آدم ها هیچ ایمانی ندارن این کسی که میاد اونجوری مثلا خیلی راحت میگه به تو دل خودش فکر میکنه یه سری از افراد رو جمع میکنه یه سری از افراد رو دور خودش جمع میکنه یه مدت خاصی به عنوان مدیوم که داره از سیاره مثلا نمیدونم آرکتریوس ایکس فلان داره باش صحبت یه مدتی یه سری افراد سر کار میذاره بعد از این مدتی چون دروغه و پایه و اساس نداره لو میره من در دورانی که در تبت بودم در دورانی که من در نپال بودم من با کسانی اونجا روبرو شدم و با کسانی اونجا نشست و برخاست کردم که اینها شمن بودن میدونین که در آیین واجرایانای تبت اصلا یکی از راه های این که ما بفهمیم مثلا یک پیری متناسق شده و برگشته یا اینکه یک کاری رو به مصلحت مثلا حالا اون قبیله یا اون قوم که در تبت هستن انجام بشه ارتباط برقرار کردن و مدیوم شدن هستش و ارتباط برقرار کردن با ارواحی هستش که تبتی ها به اونا اعتقاد دارن و در هند هم این قضیه است و همه شمن ها هم این ماجرا رو دارن من در اونجا با یک خانومی به نام کندرو یا کاندرو آشنا بودم و ایشون رو کامل میشناختم ولی ایشون هنوز در قید حیات هستن ماشاءالله بسیار خانم سرحال و خوشگل و خوشتیپی هم هستن و آقایی هم به نام آقای تنزین بودن که ایشون رفیق من بودن و یک آلبوم خیلی قشنگی هم از مانتراهای مختلف تبتی خوندن که ما در معبد رنجونیشه که من درس میخوندم در نپال این در واقع میشه گفتش که افتخار رو داشتم که در کنار ایشون باشم و در هم در کلاس درس ایشون باشم و هم رفیق ایشون باشم و این دوتا به صورت خانوادگی مدیوم بودن یعنی اینها نسلن در نسل جدن در جد در واقع میشه گفتش که مدیوم بودن و مثل وصل و تشرف به این تشرف رسیده بودن و واصل بودن و از طریق بلاد لاین به قول معروف خون اینها ذاتن میشه گفتش که شمن بودن و ارتباط میگرفتن با ارواح از عوالم دیگر و وقتی که این اتفاق هم میافتاد حالا یک کار خیلی جالبی که انجام میدادن همه یک صدای مثل تس 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 اینجوری مثل تس که ما میگیم نوع نفس زدنشون همه این حالت رو بهشون دست میداد رنگشون روشون عوض میشد ضربان قلبشون عوض میشد و من در جلساتی اونجا حضور داشتم که افراد اونجا می اومدن و اینها رو مورد آزمایشات پزشکی قرار میدادن خیلی چند تا در واقع میشوف دانشمند آلمانی اونجا بودن یک خانم انگلیسی بود که کشتی خودش رو فروخته بود
و وقف اون معبد کرده بود و خودش اونجا راهب شده بود و یک دانشمندی بود که ایشون اینها رو آزمایش میکرد و اینها موقعی که اون روح در بدنشون حلول میکرد یا اون موجودات غیر ارگانیک یا حالا ارواح جنگلی یا خدایانی که هستن در وجود اینها حلول میکردن، اینها کاملا دچار یک شخصیت دیگه ای میشدن و حتی زبانی که صحبت میکردن زبانی بودش که زبان خدایان بود و به اون زبان صحبت میکردن. خب من زبان تبتی رو میدانم و زبان تبتی رو من درس میدم و مقداری هم با همین زبان خاصی که زبان الهگان هست در اونجا آشنا شدم و در واقع سوترهایی رو که به اون زبان در واقع نوشته میشه و نوت برداری میشه رو هم گاهن البته به بچه که در سطوح بالا هستن برای مثالهای زبانشناسی باشون کار میکنیم که بفهمیم داستان از چه قراره، آیا اینها واقعا زبانهایی هستن که از جای دیگه دریافت میشن یا اینکه نه از همون ذهن تبتی اینا برخواسته. تمام اینا مورد بررسی قرار گرفته. چیزی که مطمئن حتی با یکشون پینگ پونگ بازی کردم، اینه همین آقای تنزین که موقعی که میره تو بدنش دیگه حالش خراب میشه و یه تاجای خیلی بزرگی سرشون میذارن، تکون تکون میخورن، شمشیر میکشن، صحبت میکنن، حرف میزنن، چند تا آدم هم دست اینا رو میگیرن که اینا مثلا چون بعضی موقعی روحه مثلا عصبی هم میشه، یه دفعه مثلا یه سوالی ازش بکنی میپره، یه دیلماج همون بغل هستش که هرچی اینا میگن مینویسه. اگر فیلم در واقع کندون یا کندون رو شما ببینید میبینید که در مورد همین زندگی دالای لاما هستش که اونجا نشون میده که وقتی دالای لاما میخواد تبت رو ترک بکنه و در واقع چینی ها حمله میکنن که تبت رو بگیرن، با یک شمن در آخر میان اینها چیکار میکنن، در واقع مشورت میکنن، با یک شمن مشورت میکنن و در نهایت اون شمن اوکی رو میده که اینا از اونجا خارج بشن. نشون میده که خیلی از این بزرگانی که اونجا هستن و خیلی از این مکاتبی که در تبت هستن، در واجرایانای تبت هستن، در نهایت دستورات رو از همین مدیوم ها میگیرن. یعنی این مدیوم ها هستن که در نهایت نتیجه گیری کلی رو میکنن، که البته این روزها جناب آقای دالای لاما یکی از کارهایی که انجام داده اینه که ما حرف اول و آخر رو نباید این شمن ها بزنن. این ارواح که میان در بدن این شمنها و اینها مدیوم میشن و از زبان اینا سخن میگن، صرفا فقط میتونن با ما مشورت بکنن و انسان جایگاهش خیلی بالاتر از این ارواح و موجودات غیر ارگانیک که حالا به قول ما اجنه است که بخوان اینا بیان به ما به قول معروف بیان نصیحتی بکنن، مشورتی مثلا به ما بدن. ما در نهایت مشورتشون رو گوش میکنیم ولی خب کار خودمون انجام میدیم. اما زی خیال باطل از اونجایی که در نهایت ما میبینیم حتی برای انتخاب کسانی که به ظاهر برگشتن و ری اینکارنیت شدن، متناسخ دوباره شدن، باز متوسل میشن به همین شمنها و حالا خیلی هم شک دارن که آیا واقعا این شمنه مثلا ادا در میاره واقعا خودشه یا اینکه مثلا بالاخره داستان چیه. ولی خب در نهایت میخوام بگم یعنی اینها وقتی این اتفاق براشون میافتاد، اونجا که من بودم حالشون بد میشد، رنگشون میپرید، فشارشون میافتاد و بعد از اینکه این اتفاق می افتاد تخلیه انرژی شدیدی می شدن. من خودم روی سر یکی از اینا بودم که انقدر حالش بد شده بود که بهش سرم وصل کردن و یکی از این دوستاش که اونجا بود دقیقا با یه همچه حالتی که مثلا ما میگیم آقا مگه مرض داری، مثلا ول کن دیگه، تو که جونت در خطره، حتی بهش میگفتن دیگه تو توانایی این رو نداری که مدیوم این روح بشی و این روح تازگی ها مثلا خیلی قاطی کرده و عصبی و وقتی میاد تو بدنه دیگه تو دیگه حال خودتو مثل قدیم نمیفهمی. و یک شرکت دیگه هم به نام در واقع کچارا یا کچارا اونجا بودش که البته خب متاسفانه اون پیرشون که رفیق ما هم بود میشناختیمش، خیلی توپل مپولی هم مدل اسمش دقیقه یادم نیست، که قبلا مدل لباس بود در آمریکا، اون مدل بود و خیلی خوشتیپ بود، سمرین پوچه اسمش، سمرین پوچه بود که تو همون میدون بودانات، حالا بچه‌ای که کاتماندو اگه رفته باشن، در میدان بودانات یک شرکتی دارن و پابلیکیشنی دارن، انتشاراتی دارن اونجا، که ایشون اونجا میومد مینشست و هر از گاهی اونجا بود و خیلی راحت میشد ایشون رو دید و من سعادت این داشتم که از نزدیک ببینمش، باش صحبت بکنم، خصوصا در باب ادیان مختلف و اینها با هم صحبت کردیم. من اسلام رو معرفی کردم بهش، صحبت کردم در موردش که اصلا اسلام چه دینیه، چه جوریه، خیلی خوشش اومده بود، خیلی از اشعار عطار خوشش اومده بود و خیلی علاقمند شده بود به حافظ و اینجور ماجرا. و البته میگم کسان دیگه هم اونجا بودن، متاسفانه ایشون فوت شده، ایشون سرطان روده گرفته و همین شخص فوت شده که البته ایشون خودش مخالف دالای لاما بود
و تمام این شلوغی هایی که در استرالیایی ها در واقع همین سمرین پوچه در واقع رامین داخت توی استرالیا، میگفتن که ایشون همکار چین هستش و چون چین با دالای لاما رابطه خوبی نداره، در مقابل دالای لاما اومده یک گروهی رو در واقع درست کرده که همون گروه در واقع دورجه هستن که اینا میان و در مقابل دالای لاما میستن و یک اصلا فرم جدیدی درست کردن دیگه، اصلا بودا رو کنار گذاشتن، یه شیر گذاشتن و یه روحیه که اون بالا دستش شمشیر داره و دیگه همه کار اونه دیگه. یعنی اصلا دیگه کلا یک فرقه جدید درست کردن چینیا و توسط این آقای سمرین پوچه یکی از اون افراده حمایت میشه و اینا برای خودشون اصلا یه دونه باز مدیوم بازار جداگانه داشتن که در اون فستیوالی که هستش که تو دور اون بودانات تشکیل میشه، در واقع روزی هم بود که زلزله شده بود، سالگردش بود و اون معبد رو اینا بازسازی کرده بودن، نپال زلزله شده بود، جاتون خالی از آسمون گل زرد ریختن، با هلیکوپتر اومدن چه گل آنچنانی ریختن، گل زرد ریختن و این آقای گروه کچارا رو هم دعوت کرده بودن، یکی از اینا اومد اونجا و مراسم در واقع مدیوم شدن رو انجام داد و اون تاج و سرش گذاشت و لباس و تنش کردن و شمشیر رو دستش گرفت و اومد اونجا و حالش بد شد و خلاصه صحبت کرد و حرف زد و فلان و اینا. حالا جالبه که من اون روز که تو هتل بودم صبح همون روزی که سالگرد که البته چند سال از زلزله گذشته بود، یعنی سالگرد اون زلزله بود، من تو رخت خواب بودم تو هتل توی همون مسافرخونه که دقیقا بغل اون گنبد اصلی هستش، دیدم خدایا تو خواب میرم چه حرکتی دارم میکنم، میرم راست میام چپ، اصلا یه حال خوبی بهم دست داد. گفتم اومدم توی مکان عرفانی نزدیک دیگه به قول معروف گمپا، اون گمپای اصلی که واقعا یه موجود زنده است، انگار وقتی میری اونجا طواف خاصی داره، اصلا یه موجود زنده است، انگار عجیب و غریب این گمپا که اونجا هستش. بعد خلاصه ساعت نمیدونم چند بود، چون من تا صبح بیدار بودم طبق معمول، بعد ساعت نمیدونم 11 بود 10 بود خواب بیدار شدم، دیدم که آقا در باز کردن، دیدم دوستم دیپلاف، دوست عزیز من که در نپال هستش و تو بودانات با هم کار میکردیم، اومد گفت کجایی سام، ما دیشب هی در میزدیم تو بیای بیرون، زلزله شد همه ریختن بیرون. من فکر میکردم که دارم اینجا برای خودم میگردم و چرخ میزنم و یه زلزله خیلی بدی نگو اونجا شده بود، خدا رو شکر که اون دوباره گمپای نریخت، چون گمپای یه بار کامل ریخته بود پایین، دوباره اینا درستش کرد و دقیقا همون روز هم میخواستن اینا دوباره بیان گل ریزون بکنن و فستیوال بذارن که خوشحالی بکنن که بگن این درست شده. و جالب اینجا بودش که همون موقع هم زلزله شده بود و من خبر نداشتم، ولی خب صبحش ما اومدیم اونجا و اینا جمع شدن. نمیدونم یک فیلمی هم هست که من میام میرخصم، اینا یه گروهی اومدن فستیوال هستش که بچه ها با تمام تبارهای تبتی که در نپال پناهنده شدن همه اینا اومدن جمع شدن دور هم دیگه و من اون وسط دارم میرخصم با اینا. حالا از قضا یکی از این دوستانم خیلی خوش شخص بود با ما داره میرخصه که تو کلیپ من استفاده کردم ازش، خدا رحمت کنه دوست من محمد قاسمی هم اون روز حضور داشت و فیلم برداری کرد که توی کلیپ ساقی حتما ببینید که من میرخصم. اون فستیوالی که دارم میگم بهتون، تو همون فستیوال من هستم که اونجا کچارا اومدن و مدیوم ها اومدن دیگه، واره بله استوپا دوستمون میگن مثل استوپا، بله خب استوپا کلا به معابد یا این فرم ها میگن استوپا، ولی این گمپا مثل همون گنبد ماست، این گمپای زیبایی که من دور اون زندگی میکردم دیگه، اونجا بودم در واقع و این خیلی حس عجیبی داشت. در نهایت هم اینا اومدن و پس 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 اینا حالشون بد شده، ولی این کچارا که اونجا این کارا رو میکرد، سمرین پوچه توپولو که من اسمش هم اول یادم رفته بود، بنده خدا که خدا بیامرزش، فهمیدم هم چند وقت پیش فهمیدم فوت کرده، اصلا خبر نداشتم، اینقدر که فیلماشو میذارن فکرم زنده است هنوز، که فرقه جدیدی ساخته و ضد دالای لاماست، اینا اومدن برنامه اجرا کردن خیلی لوس و یعنی به نظر من دیگه کلاهبرداری بود، یعنی از اون حالت خارج شده بود دیگه، از اون حالت میستریسی که من تو مثلا ماکلاگانج دیده بودم، به تو دارامسالا دیده بودم، در خانه دالای لاما، چون من اونجا در خانه دالای لاما این افتخار داشتم که حضور داشته باشم و حتی خب خیلی سیکیوریتی بالایی هم داری، معبد خیلی بزرگیه دیگه، تا کوچکترین چیز از تو جیبت میگیرن وقتی بخوای وارد خونه دالای لاما بشی، این محوطه خیلی بزرگیه و مثلا دانشگاه فردوسی شهرکیه، فکر نکن مثلا میری تو خونه دالای لاما، نه اون یک جای بزرگیه، معابد خیلی عجیب و غریبی داره داخل اون و اونجا من که رفتم اونجا خیلی متفاوت بود، حتی مراسم مثلا مهاسامادهی که مثلا من توی نپال گاهی اوقات دیدم یا خیلی سنگین‌تر و بهتر بوده، ولی این گروه کچارا معلوم بودش که آره خلاصه اینا داستان دارن، الان هستن دیگه، دورجن شوگدن دورجه اسم اون روح جدیدیه که ساختن که میپرستنش،
شوگدن دورجه هستش که اینم داستان داره، حالا نمیخوام واردش بشم، شاید یه موقع دیگه در موردش حرف بزنیم و صحبت بکنیم دیگه. من چون زبان تبتی میدونم و درس میدم دیگه، با این متون اینام در ارتباطم میخونم گاهی اوقات و وسواس انگیزم هستن، انقدر خوشگل طراحی میکنن و دین سازی میکنن. و بالاخره کار ما مطالعه این چیزاست دیگه، که ببینیم داستان مطالعه ادیان به قول معروف. دوست دارم دیگه، لذت ببرم، اینم جذب میکنه، میری داخلش ولی بعد میبینی نه، اینم بیسش بر اساس همون چیه، مدیوم بازیه. یعنی ولی خب مدیومه که توش اصلا طرفدار چینن، یعنی ارواحی که میان تو بدن اینا صحبت میکنن، اینا مثلا از چین مثلا صحبت میکنن. اون مدیومایی هم که میان در واقع میشه گفتش که برای دالای لاما صحبت میکنن، اونام لابو حتما در نهایت یک چیزی برای خودشون داشتن دیگه، سود و منفعتی برای خودشون داشتن که دالای لاما جلوشون واسط و گفت آقا حالا اینا بیان مثلا بگن. و دیدین تو فیلم هم حالا اگر دقت کرده باشیم مثلا میان دو زانو میان جلوی دالای لاما تسخیر شده صحبت میکنه، حرف میزنه، بعد یکی دیگه مینویسه اینا، بعد دالای لاما هم یک خنده خیلی همچین ملیحی رو لباش داره که یعنی اوکی ما قبول داریم، حالا شما اومدی و بعد میگه مثلا اوکی یک پو یعنی خوب، یک پو ره یعنی خوبه. بعدش هم خلاصه اینا میرن پی کارشون و بعدم دالای لاما تصمیم خودش رو بعد در نهایت بگیره. و البته میگم تازه یک مدرسه هست، من در مدرسه نیگما درس خوندم، مدرسه های دیگه وجود داره، مکاتب دیگه وجود داره، تو مدرسه نیگما هم زیاد بود دیگه، اونجا که بودیم مراسم زیاد بود. ولی دیگه اینا به قول معروف ژنتیکی اینجوری هم و از لحاظ پزشکی هم خیلی از اینا رو میگن که معتقد هستن برخی از اینا که بالاخره یه سری حالت های اسکیزوفرنیک دارن یا شاید چند شخصیتی هستن، مثلا اون هویت گسسته یا حالا نمیدونم چیزشو یادم نیست، اون اصطلاح روانشناسیش یادم رفته، گسیختگی شخصیت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، که اینا چند تا شخصیت در واقع تو وجودش هست و آلترهای مختلف دارن و خب احتمال هم داره که توسط چند موجود مختلف اینا تسخیر بشه بدنشون و هر لحظه یکی از این موجودات بیاد صحبت کنه. اون فیلم اسپلیت بود اگه اشتباه نکنم، اون فیلم روانشناسی که چند تا شخصیت داشت طرف و همه منتظر اون شخصیت آخریه بودن، شخصیت هایی که تو وجودش بودن که بیاد و در واقع یه سوپرمنی بود، در واقع این اختلال شخصیت رو به گونه‌ای حتی در نهایت به سوپرمن اینا ختم می‌کرد که قرار این اختلال شخصیت خودش تبدیل به یک اوبرمن بشه اون شخص در نهایت، و همه در انتظار بودن. و جالب بود که این شخصیتایی هم که توی وجود این بودن گاهی موقع ادای همو در می آوردن، مثلا یکی از این شخصیت ایوا خواهر بود و تو طراح مد و لباس بود که میومد مثلا پیش دکتره، بعد دکتره شک کرد که گفتش که این شخصیتی که اومده این ایوا خواهره نیست، اون شخصیت قاتل است داره ادای ایوا خواهره رو در میاره. باز تو وجود خود اون باز شخصیتو سر هم کلا میذاشتن به جای هم میومده. اصلا این فیلم خیلی جالبیه، اسپلیت واقعا جزو فیلمایی هستش که کسانی که روانشناس هستن و ببینن. آره دوستمون میگه تیپ امروز تو خوبه، آره دیگه دکور دیگه، آره تیپ اینجوری زدم قشنگه دیگه، اینجوری جلب توجه میکنه. اون اولش هم که خصوصا میای وای میسی چیک اون عکسه که میخوره، میگم ببینیم ببینیم کیه، به حداقل به حرف ما گوش کنن دیگه، والله دیگه مردم دنبال همه چیزان دیگه. الان مینیسم مدیوم همه میان وا وا وا، بعد یه ذره میاد جلو میبینه نه حرف بس جدی، میگه ولش کن بریم دنبال همین چیزای زرد ببینیم، اون کتاب ممنوعه فلان استاد فلان استاد فلان بشینن ببینن. و خلاصه لایک های آنچنانی و 27,000 تا در دو روز، 800,000 تا. بالاخره اینجوریه دیگه، اینم همینه. یکی از شخصیت ها دیابت داشت، آره یکی از شخصیت ها توی این فیلم دیابت داشت ولی اون یکی شخصیت ها نداشتن. بله بسیار فیلم زیبایی اسپلیت، بازم همیشه میگم این یکیش فکر کنم بهتر باشه، اون دو و سه و ایناش من نمیدونم چه جوریه چه شکلیه، فکر نکنم زیاد خوب باشه مثل اون. خلاصه آقا اینجوری هستن دیگه و این تو شمنا وجود داره این قضیه. من نمیگم، من نمیخوام کتمان بکنم بگم که مثلا اینا دروغ میگن، یا شاید واقعا یک چیز فرهنگیه، یک باور فرهنگیه و بالاخره شاید اینها از اون بیماری روانیشون استفاده مثبت میکنن، همچنان که خیلی از قبایل و این شمنها وقتی یه نفر دچار این حالات اسکیزوفرنی یا به قول روانشناسان امروزی بود براش احترام قائل بودن، براش کلبه جداگانه درست میکردن، گفتن آقا اینو درکش بکنین و ببینین که مثلا این داره چی میگه. حالا من هم یه دونه در واقع میشه گفت عکسی از جد مادری خودم گذاشته بودم که برخی از این دوستان نوشته بودن از فضل پدر 3 نقطه، یعنی مثلا تو را چه حاصل، بعد یکی دیگه نوشته بود نمیدونم یعنی شما الان تناسخ ایشونین یعنی فلان دیگه. آقا حالا خیلی ها که محبت داشتن چه حرفای خوب و اینا، یه سری هم که دیگه ماشاءالله دیگه از همین مدیوما
که میگم بهتون اومده بودن. آقا ایشون جد مادری بنده هستن، آقای ابوالقاسم سیرجانی، یکی از بزرگترین اقطاب در واقع فرقه شاه نعمت اللهی بودن ایشون، و در واقع پدر مادر بزرگ من هستن ایشون، و سید هم بودن، حالا اونجوری که هستش، و یک مقبره بسیار بزرگی در راهبر کرمان دارن. بعد از نزدیک به 70 خورده سال ایشون فوت شدن، تقریبا چند سال پیش بود که مقبره ایشون رو باز کردن، و تعجب آور بدن در واقع جد مادری ما سالم سالم بود. و یکی از دوستان ما از فامیلای در واقع ما که پسر عمه مادر من میشه، جناب آقای سید مصطفی عزیز که ویولونیست خیلی خوبی هم هستن و نوازنده که الان آمریکا تشریف دارن، ایشون اومدن و مقبره ایشون رو احیا کردن، کلی خرج کردن و دوباره اونجا رو به راه کردن. و خیلی جالب بود برای من وقتی که من از این جدم، در واقع جد مادریم صحبت کردم و گذاشتم، یه سری دیدم مرید داره و کسایی بودن که حتی این شایعه رو کرده بودن که ایشون که زنده بودن و در قزوین زندگی میکردن و چطور پس ایشون، یعنی حتی در این حد مثلا اعتقاد داشتن که زنده است این جد ما، حتی قزوین یواشکی مثلا حفظ کرده جوونیشو و بعد از 70 خورده سالی که مرده اونجا زندگی میکنه، نه ایشون فوت شده در اون موقع و داستانش هم تو خانواده ما هست دیگه. حالا تمام نوا و نبیرا و پسردایی ها و در واقع میشه که بقیه فک و فامیل ما هم بالاخره چیزایی رو شنیدن از ایشون میدونن، و در نهایت ایشون بسیار آدم بزرگی بوده. و حالا من یک برنامه رو در باب ایشون خواهم گذاشت. ولی چرا اینو گفتم؟ ایشون مدیوم بوده. یعنی شما وقتی در زندگی ایشون هم میخونی، حالا میگم شاید به منم به ارث رسیده بالاخره، حالا یکی میگه از فضل پدر سه نقطه، بابا ما ادعایی نداریم به خدا، چیکار کنیم؟ جد مادریمونه، عکسش رو گذاشتیم، تیپمونم بغلش یه تیپ خوشگل هم زدیم، ما بالاخره ادامه راهمونیم دیگه. یه سری هم بچه‌ها باز خیلی بزرگ نمایی کرده بودن که آقا شما اون اینو، من نه، من خودم هستم و خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. ولی خب بالاخره تو فامیل گفته میشه، صحبت میشه، بالاخره ژن هست، رینکارنیشن هست، تناسخ هست، همه اینا هست، من قبول دارم اینا رو، ولی در نهایت خودمونیم و خودمون بچه‌ها، ما میتونیم از موقع صفر خودمون رو بسازیم. هیچ ربطی هم نداره که حالا حتما نمیدونم اصل و نسب ما به یه چیز خاصی بخوره. خیلی کسایی بودن که خودشون بنیانگذار یک چیزی شدن. حالا مثلا ما در مورد مثلا نادرشاه، نادرقلی یا نادرقلی بعضیا میگن اول اسم خودشو گذاشت نادر، بعد گذاشت شاه، چون من نه بابام شاه بوده نه ننم ملکه بوده، خودش شاه بود، نادر شاه، از اونجا در واقع اسم خودش رو شروع کرد. و دوستان دیگه که اول اسم خودشون رو گذاشتن بعد شاه رو گذاشتن، نگفتن شاه عباس مثلا، نادر شاه، یعنی من خودم، از خودم شروع میشه. و من معتقد هستم همیشه یه عرفان خوب از خود انسان شروع میشه. حالا شمس تبریزی هم میگه که من وقتی ازش پرسیدن که از خرقه رو از کی گرفتی، شمس تبریزی گفت من خرقه رو مستقیم از خودش یا خود حضرت رسول، حالا به زبان اون موقع من در واقع عالم غیب گرفتم، یعنی خودم برای خودم به قول معروف بدعت گذاشتم و شروع کردم یه چیزی رو. اینه که بالاخره همه ما فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرده دیگه. همه شماها که الان اینجا هستین دارین با من صحبت میکنین، قابلیت این قضیه رو دارین که عارف باشید. همتون بالقوه عارف هستید، همتون بالقوه صوفی هستید، و هممون حتما وقتی برگردیم عقب میبینیم جدمون تو اجداد ما آدم های عجیب و غریب زیاد بودن. ولی خب این قضیه خارج از لطف نبود که ما گذاشتیم. حالا ما از طرف در واقع مادری که اونجوری بوده، از طرف پدباز پدر مامانم هم که مستقیما به شاه نعمت الله ولی میخوره، مستقیم یعنی بس خودش میخوره، اون دوتا اونوری داریم. از این ورم که بابامون ترکه و دیگه میره توی، باز مادر بزرگم روسه و که جزو در واقع کریستیانای اون موقع بوده که با یک شوهر مسلمان حالا آذری ازدواج میکنه و کلتوشون هم موقع همون باکو بودن. میبینی دیگه نیمیم ز ترکستان، نیمیم همه دردانه، نیمیم فلان، نیمی فلان، همجوری قرقاتی دیگه. اینا همه آدم ژنش اینجوریه. ولی حالا دیگه این روحه که الان مال هممون، هر کسی یه جای متولد شدیم، بالاخره یه جایی به وجود میاد دیگه. حالا ما اگه بخوایم بگیم ما سرابیا، ما نمیدونم برهانیا، ما فلان، دیگه این خارج از چیزه به قول معروف عرفانه. ولی خب نمیگیم مؤثر نیست خانواده، اصالت مؤثر نیست، هست، اما اصالت رو ما درست میکنیم. این دوست ما آقای شمس گیر داده به این که آقا استاد شما نمیدونم فلان. اتفاقا امشب میخوام در مورد بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت بکنم جناب آقای شمش، چون از اونجایی که
امشب که من اومده، حتی آقای شاماش من خیلی دوست داره، برای همین هیچ وقت خدای نکرده کار خاصی انجام نمیده. حتما هم از هنرمنده خیلی خوبم هست، حتما الانم رو زمینه. و خدمت شما عرض شود که ما، جالب بود که من امشب اومدم و این رو در واقع فال گرفتم و همینجوری اومدم و واقعا نمیدونستم داستان چیه، ولی خب در مورد همین قضیه در واقع مدیوم بودن وقتی ما داریم صحبت میکنیم، خب این قضیه در واقع بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آقای شماش میبینیم که در واقع مطرح میشه. و خدمت شما عرض شود که خب امشب من یه دفعه اومدم این فال رو، یعنی حافظ رو باز کردم طبق معمول و به یک باره دیدم که یک شعر خیلی عجیبی آمد و واقعیت شما من نمیدونستم، یعنی امروز 27 رجب هستش و شب بعثت هستش و اصلا شب در واقع مدیوم بودنه و در واقع اینجوریه دیگه، و اصلا من خبر نداشتم از این قضیه، ولی خب این شعر اومد و گفتم که این شعر رو با شما در میون بذارم و بگم که داستان از چه قراره و مدیوم بودنه در واقع ارتباط واقعی از نظر حافظ چیه و در عرفان و صوفیگری ایران چیه. و خب بالاخره تمثیل ها و مثال هایی که میارن بزرگان ما همه از قرآن کریم هستش، از تورات هست، از انجیل هست، از کتاب های آسمانی هست. و خب در نهایت اینجا ما میخواییم خدمت شما عرض شود که در مورد این مسئله صحبت بکنیم. ببینید حالا اینجا حافظ یه مدیوم واقعی رو داره نام میبره دیگه، میگه که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. ببینید هر کسی احتمال داره توی زندگیش در یک مرحله، توی یک سنی، یک دفعه احساس بکنه که یک تحولی و یک انقلاب بزرگی در درونش اتفاق افتاده. من خودم این انقلاب رو واقعا، یعنی این رو من احساس کردم در 40 سالگی بود. یعنی وقتی من 40 سالگی رو تجربه کردم، احساس کردم یک بزرگی در روح من اتفاق افتاد. خودم نسبت به خودم دارم میگم، نسبت به خودم، اصلا نمیخوام نسبت به همه تون، همین جوری هستین. حالا خیلی معتقد هستن به خاطر اینه که نمیدونم اورانوس تو اون دور خودش میاد میگذره و تقریبا سن بعثت که در زبان عربی انبعاث و بعثه و بعثت به معنای برانگیخته شدنه، یه دفعه شکوفا شدنه، مثل در واقع میشه گفتش که اما آهون و جاگورو پماسیتی، یعنی یه دفعه اون گل رشد میکنه، برانگیخته میشه، از توی آب میاد بیرون و روی آب قرار میگیره. این پما یا اون گل نیلوفری نماد بعثته. تو بودا هم ما میبینیم که بودا در یک سن خاصی به بعثت میرسه، در واقع وقتی زیر اون درخت انجیر میشینه، در اون لحظه خاص وقتی در حال سامادهی هستش، یک دفعه میبینیم که به یک بعثتی میرسه. انبعاث، اگه اشتباه نگم دیگه، بعثا انبعاث میشه دیگه، ولی خب شما باید استبعاث داشته باشین، یعنی طلب، در واقع بعثا یعنی طلب برانگیختگی از قول پیرهای صوفیه داشته باشی که این اتفاق بیفته. یک کسی مثل حضرت محمد که به غار حرا میرفته، از کودکی در اون خلوت میگزیده و اونجا بوده، خب این مطمئنن این طلب رو داشته. یک کسی مثل عیسی مسیح که ما نمیدونیم از اون بچگی، خلاصه خبری ازش در تاریخ نیست تا موقعی که برمیگرده باز دوباره به اورشلیم و ادعای نبوت میکنه و حضرت یحیی میاد غسل تعمیدش میده، از اونجا میره به بیابون، 40 روز در بیابون میمونه و بعد اونجا منبعث میشه و بعثتش اتفاق میفته و برمیگرده. این قضیه رو ما در مورد همه پیامبران داریم. حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه در واقع سینا میره، به تور میره، اونجا اون در واقع بعثت درش اتفاق میفته با دیدن اون بوته نورانی. در همه جا شما نگاه بکنید، زرتشت رو، حضرت زرتشت وقتی میره 10 سال گم میشه البته، و به یک باره در قار اون نور اهورامزدا به او ظاهر میشه. من این قضیه رو در مورد تموچین هم گفتم، در مورد چنگیز خان هم من گفتم، بچه های زده چون زاویه دارم با چنگیز، میگم یکی با چنگیز زاویه داره،
یکی نمیدونم با اون زاویه داره، یکی با این زاویه داره. اینا رو بذارین کنار، آدم بزرگی هستین شما، زشته، زشته که شما بخواین الان در مورد این مسئله بیان صحبت بکنین و یه دفعه مثلا بگی اون فلان بود اون بیسا. آقا بی خیال نکردم، تو هنوز ذهنت گیر اینه که نمیدونم مثلا چنگیز آدم بدی بود اومده ما ایرانی‌ها رو زده. گفتم همه تون ژن چنگیز دارین، همه تون ژن عرب دارین، همه تون ژن ایرانی هم دارین. یه دیگه از شاگردای من بودش که خیلی ماشاءالله چشم بادومی بود، دختر خانم بود خیلی چشم بادومی بود و تیپش به کره‌ای ها می‌خورد و اینا. بعد ایشون خیلی طرفدار کوروش بود و خشایارشا بود و ما ایرانی هم. ما گفتم آقا شما اصلا تیپت اصلا ترک تونگوزیه، تونگوزه، تیپت آلتاییه، مغولیه. نه آقای سرابی، من از فرزندان کوروشم. ایشون هم خارج از کشور زندگی میکردن، شاید هم حالا بشنوه. رفته بودن آب دهنشون داده بودن، آزمایش کرده بودن، $70 بود، چقدر بود توش کلی ژن مغول و چینی در اومده بود، یعنی اصلا ایرانی توش مثلا 10% در اومده بود. ولی خب اون احساس رو داشت. به اینا رو بزنیم کنار، ما روحیم. حالا بالاخره تو این بدنمون، این ژنمون حالا گرفته از اون ابوالقاسم، سید ابوالقاسم سیرجانی فقید خدا بیامرز، ژنش تو ما هست، بالاخره کارمای دیگه. من باز روحم، ولی روح که به بدن کاری نداره که. روح میاد اون بدنی رو انتخاب میکنه که مناسب باشه برای تجربهش، کار نداره روح جداگانه از روح اصلا به ژن. یا اینکه اون روح در واقع در خانواده‌ای متولد میشه که قبلا توش کارما داشته، مثلا تو اون خانوادهشون کارما زیاد داره، باز تو همون لاین خانواده، تو همون لاین کشور، تو همون لاین اون کره، اون سیاره، مثلا همه کسایی که مثلا در انقلاب مثلا ایران بودن، همه اونا از لحاظ تناسخی علاقه من بودن که برن کتابای انقلاب مثلا کبیر فرانسه رو بخونن. همشون پس تناسخ داشتن در انقلاب کبیر فرانسه. از لحاظ پیشینه آکاشیک خیلی از اینا رو دیدن، آره بوده واقعا. و همون انقلاب باز ادامه داشته. اونا که تو انقلاب مثلا روسیه بودن، میبینیم همونا متناسخ میشن و یه انقلاب میکنن، چون هنوز اون کارمای انقلاب رو دارن. ما در واقع کارمای دست جمعی داریم، گاهی موقع کارمای خانوادگی داریم، برای همینه که توی خانواده به دنیا میایم. این ژن فقط یه وسیله است برای که ما کارما رو پاس بکنیم. بدن یک وسیله است که ما کارما رو پاس بکنیم. بدن وسیله است، اصل کار اون روحه که میاد. حالا من یه گریزی زدم به من برمیگردم باز دوباره به این که آقا جون بله، در نهایت این بعثت در خیلی از ماها اتفاق میفته. گاهی اوقات در یک جاهای ماهی یه دفعه به یه آگاهی میرسیم، منبعث میشیم، برانگیخته میشیم. و امشب که حالا 27 رجب هست، که حالا قمری هم هست، که حالا عجیب و غریبه، چون همه چی با قمر توی ادیان سامی با ماه تنظیم میشه. اینم علکی نیست، هر ماهی برای خودش داستانی داره و این گردش ماه ها هم خودش داستانی داره. که حالا من یه لایو ان شاءالله حتما در باب این گردش ماها و خطاهایی که در محاسبه گردش ماهای سامی ها، اکدی ها و بابلی ها و حالا ماهای هجری شده، حتما یه لایو رو خواهم گذاشت که دوست دارم اونایی که از ستاره شناسی هم میدونن و این رشته رو خوندن تشریف بیارن، ناز نکنن و بیان تو ماجرا. خدمت شما عرض شود که در نهایت این 27 رجب که الان ما توش قرار گرفتیم در مورد برانگیختگی و بعثت، حالا به بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همین این موقع داره صورت میگیره. و اینم جالبه که این ما این شعر حافظم در اومد که من دارم اینجا برای شما میگم. حافظم اینجا دوچار یک بعثت شده، دوچار یک برانگیختگی شده، دوچار یک دریافت شده و داره به شما میگه: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب یه دفعه آب حیاتم دادم. بی خود از شعشعه پرتوی ذاتم کردن، از ذات حق یه دفعه انسان یک شعشعه رو دریافت میکنه، یه دفعه اصلا احساس میکنه که یه دفعه یک جوری دیگه میشه، یک حالت دیگه بده، یک پختگی به روح دست میده، انگار که اون ذات اون حق یه دفعه اونجاست که دیگه به توی مسکین که مستحق هستی بهت یه دفعه یه چیز رو ارزونی میکنه. هممون همین جوری هستیم. تو این که الان داری به حرف من گوش میکنی، من آدم خاصی نیستم، هممون آدمای خاصی هستیم. تک تک شما که اونجا نشستین آدم خاص هستین. هممون خاصیم. هممون فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. شما هم غار تنهایی خودتون دارین، من تو غار تنهایی خودتون برین و عبادت بکنین. باید نیایش بکنین. باید دستتون رو ببرین بالا، خدا رو، بله آفریدگار رو. دوستان ضد اتئیست عزیز، ضد ادیان آسمانی و ضد کلن خدا و ضد یزدان و اینا، گوش کنین، من دارم به شما میگم یک خداوند وجود داره، یک احد و واحد وجود داره. اگر تو تونستی در اون غار تنهایی خودت، در خلوت خودت، با اون
آفریدگار ارتباط برقرار بکنی، او رو شکرش بکنی و صبر بکنی و شکیبایی بکنی و هر آنچه را که او میخواد به دیده منت بگذاری و بپذیری، تو میتونی مدیوم بشی، تو میتونی منبعث بشی و به بعثت برسی. همون تویی که اونجا نشستی، نه اونی که من حالا میخوام الان کانال بشم با طبقه فلان بو 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 بو. الان به شما اینو گفت بابا نوکرت هم آخه دیگه، همینجوری دیگه تا دلت بخواد مدیوم همینجوری تو کانال ریخته اینا مدیوم میشن. بعد اونایی که میان دنبال اینا از اینا سوال میکنن که من در زندگی قبلیم چی بودم، شما در زندگی، همه خانوما دوست دارن در زندگی قبلیشون یک رقصنده هندی باشن در یک معبد، همه آقایون دوست دارن در زندگی قبلیشون یک مثلا جنگجو باشن در رزم و فلان اینا. این حرفا چیه؟ اصلا مهم نیست که ما این مهمون، حالا شاید برخی از زندگی ها مهم باشه که ما تو شهود میبینیم اونا رو تو مدیتیشن، برخی از این زندگی ها. الا اینقدر زندگی ما اومدیم رفتیم، اومدیم رفتیم، اومدیم رفتیم، رسخ و نسخ و فسخ و مسخ و رسخ و فسخ و نسخ و مسخ و رسخ و نسخ 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 و نسخ. خب اینا این همه میخواد ادامه پیدا بکنه که ما خول میشیم همه اینا رو بخوام ببینیم که دیگه همجوری یکی یکی این زندگیامون ببینیم. برخی از این زندگی ها هستن که مهم هستن و میان بیرون برای ما که ما توی اون مدیتیشن وقتی اون حالت بهمون دست میده میبینیم اونا رو. حالا عالم زر هست به قول کسانی که در واقع صوفیان که در دین مبین اسلام هستن، یا در اونایی که مسیحی هستن به گونه باز اونها هم اعتقاد دارن به این ارواح سابقون در عالم دیگه، و هندی هم که به تناسخ اعتقاد دارن. در نهایت اونا که مهمه به نظر شما میاد، و الا که اگه قرار باشه همچه علکی شما بدون این که نمیدونم دود چراغ بخوری مدیوم بشی، که مگه تو کی هستی یه دفعه اینجوری با همه اینا صحبت میکنی حرف میزنی دکون دست که درست میکنی؟ میگه بی خود از شعشعه، باید تو رو بی خود از شعشعه پرتو ذاتت بکنن. تو بی خود از شعشعه پرتو ذات شدی؟ کی شدی؟ کجا شدی؟ ما نفهمیدیم. باده از جام تجلی صفات بهت دادن؟ کجا این باده بهت دادن؟ تو باده را کجا گرفتی؟ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. البته برات به معنای آزادی یا براعت هم هست، ولی ما مشهدی ها میدونیم دیگه برات. فکر کنم اینجا این آقای یوسفی، دکتر یوسفی اشتباه کرد، البته اشتباه کرد نه، ایشون مال نظر خودشو داره، ولی ما میگیم چراغ برات دیگه، برات اون چراغ دیگه، یعنی انگار تو شب مثلا شما آن شب قدر که این تازه برات هم دادن، اون چراغو بهش دادن، یه دفعه انگار یه آگاهی بهش دست میده. بعد میگه بعد از این روی منو، حالا دیگه وقتی دیگه ریخته به هم دیگه حافظ، دیگه یه دفعه اون بعثت درش اتفاق افتاده، میگه بعد از این روی منو آینه وصف جمال، دیگه قاطی کرده، که در آنجا خبر از جلوه ذات هم دادند. یعنی پس از این دیگه فقط در آینه تجلی صفات حق نگاه میکنم. بله دین مبین، بله عزیزم آقای نیروانا، دین مبین اسلام. چرا شماها اینقدر مشکل داریم با این قضايا؟ چرا تو یکی یه چیزی میگه میان زیر نکنین این کارا رو؟ گوش کنید، قر نزنید و با جان و دل گوش بکنید و سعی کنید زاویه نگیرید. همینجا که شما زاویه میگیرید دیگه ارتباطت با اون با کسی که داره صحبت میکنه قطع میشه. شما تو فکرت، یعنی اون اطلاعاتی که از قبل توی ذهن شما هستش خیلی یه چیزی پر شده، شرطی شدی. تا میان بهت یه چیزی میگن سریع میری سراغ اون کارگزارانی که یه سری کارا رو کردن، نتیجه میگیری پس این باید به اون رب داره، اینجوری نیست. برای صوفی اینجوری نیست، برای حافظ اینطوری نبوده، برای مولانا اینطوری نبوده، برای عطار اینجوری نبوده، برای شمس تبریزی اینجوری نبوده، برای رودکی اینجوری نبوده، برای نظامی گنجوی اینجوری، حتی برای فردوسی هم اینجوری نبوده. اونا که حالا ادعاشون میشه، اگه از دید اونا نگاه کنی اصلا یه همچین حالتی رو نمیگه، تعجبم نمیکنی. عمیق باشین و سعی کنین دلتون رو باز بکنین و بشنوین، هیچ فرقی هم نمیکنه. ما داریم از حقیقت صحبت میکنیم. حالا هر دین و هر مذهبی داره از خداوند صحبت میکنه، و هر دینی که از یگانگی خداوند صحبت بکنه دین مبین هستش. بعد از این روی من آینه وصف جمال، یعنی دیگه پس از این فقط در آینه تجلی صفات حق خواهم نگریست، چون که در اونجا از جلوگر شدن ذات حق خبر میدن به من. ببینیم چند تا مرحله داره دیگه، وقتی شما میخواین در واقع اون مرحله تجلی صفات در وجود شما چند مرحله است. علکی نیستش که یه نفر بخواد مثلا مدیوم بشه، باید عبادت کنی، باید نماز بخوانی، باید متون مقدس بخوانی، باید مانترا بگی، باید ذکر بگی. شما باید
با تمام وجود تمرین معنوی داشته باشی. وقتی ما به بچه ها میگیم آقا جون نماز بخوانید، مراقبه بکنید، دعا بخونید، نه آقا فلان، بله پس چی؟ پس نمیخوای بشینی سیگاری بار بزنی، تخمه بخوری، نعوذ بالله مثلا مشروب بخوری، بعد بشینی هر کار دلت میخواد بکنی، بعدم برسی بعدم بشینی واسه خودت همینجور تفت بدی، به آرتریوس وصل بشی، به نمیدونم رپتالیان ها وصل بشی، شیپ شیفت بکنی، ببرن چپ تو آزمایشگاه، نمیدونم ژن فلان تزریق کنم بدی، یه چیزایی ما میشنویم تازگی دیگه، یعنی دیگه از اون ور دیگه رفته دیگه، یعنی توهمات دیگه زده به اون در. نه این الکی نیستش که. اول از همه دوستان عزیز، در واقع میشه گفتش که مرحله اول به قول صوفیه پدیدار شدن و جلوگر شدن و آشکار شدن، در واقع اون مرحله اول اینه که شما در واقع ذات خداوند رو در صورت یک، به صورت یک شعشعه میبینی، یعنی یه ذره اول قلقلکت میده، همه اون واقعیت رو نمیبینی، انگار پرده رو میزنن کنار، یک گوشه ای رو بد نشون میدن. آقای الهی قمشه خیلی حرف قشنگ زد یه بار، گفتش که مثل این میمونه که این مثلا یه خورشیدی باشه، یه پارچه دونه چادر شبی رو داشته باشی، مثلا فرض کن لباس مشکی رو که من اینجا دارم رو، اینو بیای بندازیش روی دونه فانوس، ولی توش رو سوراخ سوراخ بکنی، از توش مثل ستارهایی که توی آسمون هستن، گفت دقیقا مثل همین میمونه. گاهی موقع آگاهی رو به ما اینجوری نشون میدن، انگار که پارچه سیاهی رو یه جایی رو برامو سوراخ میکنن، یک شعشعه‌هایی رو تو مرحله اول ما احتمال داره ببینیم از اون جلوه های خداوند، یه کوچولو میبینیم ازشون. اونجوری وقتی نگاه میکنیم میگه واو چه زیبایی داره، از خود بیخود میشیم، ولی دیگه بیشتر از اون ما ظرفیت نداریم. اگه یه دفعه اون چادره رو بکشن، اون نور ما رو کور میکنه. مولانا میگه ما مثل خفاشیم، اون خورشید، اون شمس و شموسه، خداوند احد و واحد شمسه، شمس و شموس، شمس شمس هاست دیگه. منظور جالا شمس تبریزی نبوده، منظور خود شمس هم اسمشو از شمش که دوستمون الان اینجا هستن از همون خدای در واقع میشه گفتش که بابل عکد ورداشته و به معنای خود خداست، روشنایی مطلقه. بعضی موقع اینجوریه، ولی توی مرحله دوم تجلی صفات، در واقع مرحله اول تجلی صفاته که این صفات یه مقداری باز دوباره میاد ما رو، و بعدش میشه تجلی، در واقع میشه گفتش که ذاته. یه دفعه تجلی ذات که اتفاق میفته دیگه، تو اگه بخوای با ذاتش برخورد بکنی، داستان حضرت موسی میشه که گفت نشون بده خودتو به من، به صورت یک نوری نشونش داد که کوه شکافت از هم و حضرت موسی اصلا خورد و بیهوش شد، نتونست طاقت بیاره دیدار اون رو. دیده نمیشم من، نمیتونم خودمو به تو نشون بدم. نه اینکه اون حرف میزنه ها، اگه حرف بزنه که فکر میکنه، اگه فکر کنه که مشمول زمان میشه، اگه مشمول زمان بشه که دیگه موجوده، اگه موجود بشه که دیگه خدای احد و واحد نیست. و این پس ما اصلا وقتی این چیزا رو داریم میگیم، مجبوریم ما اینجوری صحبت بکنیم. ما داستان همون موسی و شبانیم، ما هیچ وقت نمیتونیم ذات اقدس خداوند رو بشناسیم و بفهمیم. او برای اینکه خودش رو به ما بنمایاند، مجبور است توسط یه سری از صفات و توسط یه سری از اشارات و اینها خودش رو به ما بنمایاند، وگرنه که ما غالب توهین میکنیم که همه کس که توانایی این قضیه رو ندارن. بالاخره وقتی این اتفاق میفته، حافظ میگه بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. اون جلوه ذات دیگه بالاترین حالت. من اگر کامروا گشتم و خوش دل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. یه بالاخره مستحق بودم دیگه، فقیر بودم، بعد بخشون اینا هم رو زکات به ما دادن دیگه، لطف دیگه، لطف دیگه. اون کس که مؤمن باشه، خدا هم مؤمنه، یعنی مؤمن خدا هم مؤمنه، مؤمن حقیقی خداونده و مؤمن باید زکات بده، خداوند عشق. و تو وقتی مستحق باشی، در واقع یه جوره دلسوزی هم داره دیگه، یه غمزه هم میاد حافظ، میگه مستحق همین چیزی هم به ما بده دیگه، نوکرت هم بده، خدا بهش اینو داده. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و صفا صبر و ثباتم دادند. یعنی وقتی که من صبر کردم و شکیبایی کردم، اونجا هاتف به من مژده داد که آره تو منبعث میشی، تو این بعثت درت اتفاق میفته، چون من صبر کردم، چون من تلاش کردم، چون من شکیبایی کردم. بزرگترین فضیلت چیه بچه ها؟
بزرگترین فضیلت از نظر بودا، از نظر افلاطون، از نظر ارسطو، از نظر علی ابن ابی طالب، از نظر حضرت محمد، از نظر عیسی، همه اینا میگن بزرگترین فضیلت صبر است و شکیبایی است. شیشه صبر رو نباید بشکنید. حالا جالب اینجاست که صبر هم یکی از گیاهای تلخه، اسم گیاه تلخه و صبر یک گیاه تلخی هم هست که اسمش در عربی صبره و در زبان آرامی هم این گیاه صبر که خیلی در واقع میشه تلخه، از روی اون اومده در واقع. حالا بعدا صابر و مصبور و استثمار و اینا از توش میاد بیرون، بعدا این حالت رو میگیره به خودش. بعد میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. حالا البته ما جلسه قبل درباره شاخ نبات و اینا صحبت کردیم که ما اینم به عنوان یه دونه در واقع تایتل انتخاب کردیم که شاید مردم جذب بشن بیان، مثلا عکس میذاریم، مثلا یارو داره مثلا یه جام دستش گرفته، همه میان مثلا خوشحالم نگاه میکنن. بعد اینجا ما نمیشه معشوقه حافظ شاخ و نبات، یه چهار نفر بیان ببینن کلمه معشوقه. مثلا یه جور پست گذاشتم من، نوشتم حشیش و بنگ ممنوع. اینجا اولش که حشیش و بنگه، یارو به خاطر حشیش و بنگ میاد ببینه چیه، بعد ببینه توش مثلا خبری نیست میره. ملت متاسفانه دنبال فقط همینن که یه عنوان عجیب و غریبی بذاری و یعنی نمیان. ما مجبور هستیم که بالاخره یه جوری مثلا یه چیزی یه کاری بکنیم بیان دیگه، ولی خب دیگه هر کسی یک سهمی داره دیگه. بعضی موقع یه سفره های سهم بعضی از افراد نیست دیگه. دوست عزیزم دیگه خدای حافظ کسی دیگه است، یعنی دیگه خدا یه دونه است دیگه. حالا احتمال داره خداوند از طریق در واقع یک محبوبی جلوه‌گر بکنه، جلوه متجلی بشه، مثلا از چشم یک معشوق متجلی بشه و این بالاخره منافاتی نداره از نظر صوفی. ولی اینجا ما نمیدونیم آیا واقعا، گفتیم یک نظریه است که آیا واقعا شاخ نبات منظورش همون زنش بوده که فوت کرده یا یه دختری بوده، و خیلی ممکنیم جور دیگه اصلا تعبیر بکنیم شاخ نبات رو. در تفسیر حافظ ما آزادیم که معانی مختلفی بگیریم. اینجا شاخ نبات سرچشمه شیرینیه. سرچشمه شیرینی کیه؟ حضرت حق. سرچشمه شیرینی هو همون هو است. در زبان آرامی هم هو میشه او، در فارسی میگیم او. سرچشمه شیرینی. حالا شاخ نبات خانومه نمیدونم یا نه واقعا صرفا داره مستقیم از خدا میگه یا هر کی است هر چی است. در نهایت میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. اون صبرم تو گیاه تلخ در مقابل شاخ نبات قرار داده حافظ، چقدر زیبا گفته. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود. آره، همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. میگه اگه این همت من نبود، اگه من سرخیز نبودم و سرخیزان اگر نبودن، این اتفاق نمیافتاد. نوشته استاد یک تایتل در مورد توهم اراده آزاد یا همون فری ویل بگذارید، به نظرم جذاب است برای مخاطبان. بله فری ویل، ایشالا چشم میذاریم. بله حتما میذاریم، چرا که نه. خیلی هم ممنون از اینکه شما برای ما این کار کردید. در صورت حافظ هم یک اشاره به، چون امشب بالاخره شب بعثت حضرت رسول هستش، ما هم اینو بگیم، حافظ یک اشاره خیلی قشنگی میکنه به همین قضیه بعثت حضرت محمد که در غار حرا میرفت و خلوت میگزید و به ناگاه جبرائیل، گابریل، حالا خوشتون میاد بگیم گابریل، suddenly گابریل appeared و اونجا یه دفعه به قول معروف این شعر گفته که ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. اینجا اشاره میکنه به قول خیلی از مفسرین، اشاره میکنه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که امی بودن، در واقع سواد نوشتن و خواندن نداشتن. میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حالا این غمزه یعنی چش ابرو بیای دیگه، ناز بیای، بالاخره ناز و نازکش.
عاشق و معشوق، معشوق و عاشق. بالاخره اینجا در این خلوت، در این تنهایی، چه غمزه ها که نبوده، چه گریه ها، چه زاری ها، چه غمازی ها، چه چیزهایی که نبوده. و بله امشب این شعر برای من اومد. آقای دوستم میگه چقدر عجیب که امشب این شعر براتون اومد. بله، و جالب بود که من زیادم متوجه این تاریخ نبودم، و یعنی انقدر که گرفتار بودم مثلا نگاه نکردم که ببینم چیه داستان. به ناگاه متوجه شدم که امشب 27 رجبه و دقیقاً در واقع امروز 27 رجبه و الان روز دیگه، الان صبح 19 بهمن دیگه الان، و یه چنین ماجرایی است. و اینجا بودش که ما میبینیم که یک دفعه اون نوا و اون صدا رو در اون غار میشنوه. اقرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لا يعلم، ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغى. چقدر زیبا، چقدر زیبا. اقرا، بخوان، بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت که خلق کرد. بخوان، وقتی به بعثت میرسی انگار یه دفعه این اتفاق میفته. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، شعشعه، اون شعشعه بی خود است، شعشعه پرتو ذاتم کردن. اقرا بسم ربک الذی خلق. جبرئیل تو تاریکی یه دفعه اون صدا، واو، ظرفیت میخواد بشنوی اونجوری. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از یک خون بسته درست کرد، از یک علق، حالا از خون لخته به وجود آورد انسان رو. اقرا و ربک الاکرم، بخوان در حالی که پروردگارت کریم ترین کریمان است. اقرا ربک الاکرم، کرامت خداونده که گاهی اوقات این رو در ما تلقین میکنه و به ما میده. اگر در واقع این اکرم یعنی بزرگترین، کریم ترین کریمان نباشه که براتون چیزی نمیاد. مستحق بودی دیگه، مستحق بودم، درسته؟ حافظ میگه چی؟ مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. حالا حافظ که در مقابل حضرت محمد که مثلا قابل مقایسه نیست دیگه، حضرت محمد دیگه، محمد مصطفی دیگه، هیچ کس، نه مولانا خودشو مقایسه میکنه، نه حافظ خودشو میتونه جرأت داره مقایسه بکنه دیگه. همه اینها دیگه سرسپرده بودند و تمام مثالهای خودشون رو از همین در واقع متون میارن. صوفیه ما هر چقدر بالا بریم پایین بیان، چپش بکنین راستش بکنین، همینی که هست. اگه به عرفان و شمس و مولانا و عطار علاقه مند هستین، باید شما این متون رو بخونین. اگه نخونین بر آدم بی سوادی هستین و آدم متعصبی هستین. و متاسفم براتون. متاسفم براتان. اقرا و ربک الاکرم، به من میگه الذی علم بالقلم، همان که به وسیله قلم شما را آموخت. حالا قلم رو خیلی جا به معنی فرشته است در زبان آرامی، چون من آرامی درس میدم، آرامی باستان، و خیلی از فقهای در واقع میشه گفتش که شیعی و سنی هم گفتن این کلمه قلم به معنای قلم فرشته های بلند بالایی هستن که شونشون از این سر کهکشان تا اون سر کهکشانه. وقتی در مورد رافائیل، میکائیل، گابریل و در مورد اینها صحبت میشه، فرشتگان مقربی، آرک انجلا صحبت میشه، اینها خیلی بزرگن. وقتی به چشم پیامبران و نبیین میان، انقدر اینا عظمت دارن که اصلا تازه اون خودشون حالا کوچیک میکنن. میگن اولین روحی رو که در واقع خداوند عالم در واقع میسازه گابریل بوده، یعنی بعد از خودش اولین تجلیش گابریله. در کتاب مقدس نوشته و در قرآن مجید هم به این قضیه اشاره شده که بعد از اینکه الله در واقع از متجلی میکنه، اولین تجلی گابریله. پس وقتی گابریل میاد صحبت میکنه، جبرئیل صحبت میکنه، در واقع انگار اینه
بله این آیه ایشون نوشته که مگه این استاد، مگه این اولین آیه نبوده که جبرئیل به حضرت محمد صلی الله گفته؟ چرا توی قرآن این اولین آیه نیست؟ حالا اون ترتیب بندیش که کار در واقع میشه گفتش که اون تاریخ باید بخونیم اصلا به ترتیب، که این پنج در واقع میشه گفتش که آیه اول این سوره رو تمام فقها، حتی مولانا هم در مورد این مسئله صحبت کرده، حضرت شمس تبریزی هم اشاراتی بهش داشته و برهان الدین ترمذی هم گفته که پنج آیه اولیه تا همین جایی که من برای شما خوندم، الذی علم بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم، این پنج تا آیه اولین آیاتی بوده که به حضرت محمد نازل شده، ولی بعد این پنج تا میمونه، بعد بقیهش باز بعدن در جاهای دیگه در مثلا وحی میشه. سوره بقره هم همین جوریه، یک دفعه همه که یه جا نبوده، که تیکه تیکه از کامل میشه، میاد باز دوباره آپلود میشه، دوباره یه جا دیگه میاد، همینجوری آپلود میشه، یه آیه کامل میشه، یه آیه دیگه کامل میشه. نمیخوام وارد اون بحث بشیم دیگه، الان باز شما رفتی باز دوباره تو فاز اونجا. و این هم ترتیبش هم که میبینین، اون ترتیبش هم در واقع میشه گفتش که اون هم پشتش یک در واقع حساب و کتابی داره که اینجا الان جای صحبت کردن در بابش نیست، ولی اولین آیاتی که به روایتی میگوین که آمده است، که روایت که 100% همینه دیگه، تا پنجمین آیه است و از اینجا دیگه یا میگه کلا ان الانسان لا یتقا. الان همین شما دیگه ببین شوخی میکنم و خدا نکرده، میگه که بلکه انسان طغیانگر است. علم الانسان ما لا یعلم، به انسان یاد دادیم چیزی رو که نمیدونست، بلد نبود. حالا همین که شما الان داری میگی استاد مگه این نبوده اون بوده، اینو اون یاد داده داره مینویسی، اون مغزت اونه، چشم چشمت اونه که تو داری فکر میکنی، ایرادگیری میکنی، چیزی میذاری، اونه که بهت یاد داده. بعد اینجا بعد یه دفعه بهت چی میگه؟ کلا ان الانسان لا یتقا، اما کلا که انسان طغیان میکنه شوخی میکنم البته، انشالله که اینجوری نیست. و در نهایت ببینید وقتی این اتفاق میفته و حالا دیگه بقیه داستان اینه که حضرت محمد دیگه از اون غار میاد پایین و اون لرزی رو که میگیره، اون تبی رو که میکنه، حالا که پیش همسرش میاد، پیش حضرت خدیجه میاد و در واقع روی او پتوی میندازن، سرد میشالش و میبرنش پیش کسی به نام نوفل که به روایتی پسر عم حضرت خدیجه بوده یا از فامیلش، اینو من میتونی راحت جستجو کنیم. میره پیش ایشون که ایشون خیلی گویا اطلاعات بسیار زیادی از کتابهای آسمانی داشته، خصوصا از عیسویانی که در اون زمان بودن و خودشون هم از عیسویان نوکیشانی بودن که از آیین جاهلیت عرب به عیسویان و در واقع پیروان حضرت عیسی علیه السلام پیوسته بودن. وقتی که میشنون این ماجرا رو میگن این گبریله و خود وجود مبارک حضرت محمد در این شب بعثت که الان ما داریم هم صحبت میکنیم، در اون لحظه واقعا گنجایش این رو در اون لحظه نداشته و بسیار بسیار منقلب شده بوده و همسر او میبره او رو پیشه، میگه فقط اون میفهمته، نوفله که میفهمه، چون بقیه مسخره میکردن دیگه، داستان ابو جهل دیگه، داستان ابو جهل بوده که دیگه همه میدونیم که دیگه مسخره میکردن دیگه، تا میگفتن ارتباط داریم میگفتن آه چی شده اینجوری، اگه مثلا بحث معراج که به وجود میاد میگه شما اگه تونستی برو بالا پشت بوم تا اینجا برو، چطور از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفتی؟ همیشه آدمایی هستن که این مسائل رو مسخره میکنن در طول تاریخ، پیامبران رو مسخره کردن، آدمای دیگر رو مسخره کردن، ولی خب اینا کسانی هم همیشه هستن که ادای پیامبران رو در میارن، یعنی مدیوم میشن و ارتباط میگیرن و با آرکتریوس صحبت میکنن و اینا فرقه، یعنی از زمین تا آسمون بین این دوتا داستان فرق وجود داره، ما نباید اینو با اون قاطی بکنیم، اونو با این قاطی بکنیم. اون اجر اون صبرشه، اجر اون عبادتشه. طرف تو تبت 9 سال میره توی قاری، مثلا میشه 9 سال که میگم بهتون شوخی نیست، فقط ترب خورده، مثلا فقط ترب خورده و مثلا دونه کتون خورده و ارزن خورده، 9 سال تو قار بوده، اومده پایین شده مثلا ریمپوچه. از بچگی میبینی یه نفری یکسره در حال در واقع رفتن و اومدنه و به سختی اینجور افراد ارتباطات خاصی میگیرن. اما خب میشه عیسویان با مسیحیان چیز، خب خاله عزیزم قربونش برم الهی، ما دیگه از ادبی میگیم عیسوی دیگه، کسانی که طرفدار حضرت عیسی هستن رو میگیم عیسوی، مسیح هم همون عیسی مسیحه،
مشایا، البته خب به معنی منجیز که هنوز از نظر یهود نیامده است و اونا معتقد هستن که مشایا هنوز نیومده و در آینده خواهد اومد، ولی خب حضرت عیسی که ما داریم میگیم منظورمون فرق مختلفی بوده که در اون زمان بوده. ما حتی فرقه داریم از حضرت عیسی علیه السلام که معتقد هستن برادر دوقلوی داشته به نام توماس، که همون توماس شکاک دیگه، که برادر دوقلو بوده، یعنی دو نطفه بسته میشه، یک نطفه هم از یوسف، یوسف نجار بسته میشه و یک فرقه است برای خودش که توم هست اسممون. دوقلویی است که اگه دیده باشین به مرگ، به عروج حضرت مسیح هم شک کرده و دست کرده در دنده حضرت مسیح ببینه زنده است یا نه. نه رافائل کشیده که شک کرده، حتی توماس همیشه در کنار. و این در واقع انجیل توماس به زبان آرامی و به زبان قبطی است که من این رو بخشایش رو خوندم و خیلی انجیل عجیبیه که در واقع دیالوگ بین این دو برادره، بین عیسی و بین توم به زبان خدمت شما عرض شود که همون توام، توام و توامان از همین میاد در زبان آرامی. توم یعنی دو، دو قلوب، که اون وجه دیگه حضرت عیسی است. این یکیه. و مثلا خیلی از چیزهایی که ما در قرآن مجید میبینیم که حضرت عیسی گل رو میگرفته، آب دهانش رو میزده و بعد این رو به پرنده تبدیل میشده، ما ببینیم در قرآن اومده ولی در اناجیلی که اینها نوشتن مثلا نیومده. ولی ما الان که اناجیل جدید رو ما پیدا کردیم، اناجیل جدید رو در نگ حمدی، میبینیم که اینا تو همون اناجیل بوده. وقتی میگیم عیسویان منظورمون بیشتر اون جنبه در واقع میشه گفتش که طرفداران مختلفی که در اون زمان تو شبه جزیره عربستان بودن، نگاهشون به آیین عیسی اصلا فرق داشته به اون چیزی که الان کاتولیک ها میگن یا مثلا کلیساهای انجیلی میگن یا مورمون ها میگن. میگن جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. چقدر ما چیز فرقای مختلف مسیحی داریم و هر کدوم یه چیزی میگن. یکی میگه نعوذ بالله این خداست اومده رو زمین، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نه پسری داره نه میزایه نه زاده میشه، خدا به زمین اومده. در قرآن مجید حضرت عیسی روح الله، هیچ جهت شما توی کتاب مقدسی نمیبینین که اینقدر وقع و احترام بذاره به حضرت عیسی، حتی خود اناجیل اینقدر احترام نمیذارن به حضرت عیسی. و در اونجا میگه روح الله، روح خداست دیگه، شما چی میخوای بگی؟ سوره حضرت مریم رو با دقت دوستانی که دوست دارن بخونن و لذت میبرن ازش. ببینید چقدر زیبا در مورد معجزات حضرت عیسی صحبت شده و اینا همه توی اون اناجیلی بوده که از بین بردن در قرن دوم، یا اون بندیکت ها در دوران تاریک اینا رو از بین بردن که شما یک عیسای دیگری رو میبینید. اصلا یه چیز عجیب و غریب که نعوذ بالله انگار خداست اومده رو زمین داره راه میره، بعد خدا اومده اینجا شلاق خورده، خدا واسه ما مثلا رفته به صلیب. ما اصلا چنین چیزی رو ما در قرآن نمیبینیم. خیلی والاتر حضرت عیسی علیه السلام جایگاهش و احترامی که به اون میذارن. و در نهایت هم الان میبینیم کد داوینچی اومده که دارن میگن حضرت عیسی به صلیب کشیده نشده. من یادم میاد خاله عزیز من یک زمان، من موقعی که جوان بودم، یک گردنبند یکی از بچه‌ها سینما به من داده بود، در واقع حضرت مسیح روی اون بود. و بعد همین خاله عزیز من به من ایشون گفتن که ما خیلی درس هم گرفتیم از خاله عزیزمون که یک در واقع عارف پیشه هم هستن، واقعا دوستشون دارم، از هنرمندای بزرگ ایران هستن. ایشون به من گفتش که نباید این مسیح رو روی صلیب بذاری، چون مسیح روی صلیب نیست، مسیح عروج کرده و نباید مسیح رو روی صلیب شما بذاریش. خود خاله عزیزم به من این رو یاد داد و معلم من بود در اون دوران و من گفتم راست میگه. و الان تازه کد داوینچی رو اینا رو داریم میبینیم که اصلا حضرت عیسی شاید به صلیب کشته نشده و خداوند اینقدر او را دوست داشت که او رو به عروج میبره اصلا قبل از اون حتی. حالا البته اینم میگم، حالا تو قرآن نمیشه اینقدر راحت تفسیرش کرد، حالا بگیم که دقیقاً چی اصلا نمیخوام وارد اینجور مسائل بشم، ولی در نهایت عروج عیسی مسیح در قرآن آمده است و در آخر زمان هم حضرت عیسی است که در قرآن میآید و دجال رو شکست میده و آخر زمان رو میاره و اون مسیحا از نظر اسلام آمده است، ولی یهود اعتقاد نداره و عیسی ناصری رو از جزء مسیحا نمیداند، در صورتی که اسلام عیسی مسیح رو مسیحا میداند و همان مسیح موعود میداند که در آخر زمان هم خواهد آمد و در کنار اون ناجی موعود و هستن در کنار هم دیگه. خب در اصل دوستان حالا جالب بود دیگه، امشب گفتیم بیایم یک حالی با هم دیگه بکنیم و شب عزیزی بود و امشب هم شب خاصی بود و
بالاخره فردا روزی هستش که میتونیم خیلی مراقبه های خوبی داشته باشیم. بالاخره این قمری، این تاریخ های قمری الکی نیستن و حتما یه چیزایی غیر از اون اتفاق تاریخی که پشتشون افتاده حتما یک جاذبه هایی دارن، کشش هایی دارن که میتونن ما رو کمک بکنن و در نهایت ما هم شاید بشیم ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما رو رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. شاید ما هم مسئله آموز صد مدرس بشیم. الهی که خداوند بزرگ عالم این کار رو انجام بده و ما این کار رو بکنیم. و در نهایت این رو هم میگیم به قول معروف، بالاخره هر سختی هم که داریم یارتون باشه. الم نشرح لك صدرك و وزعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. پشت هر سختی یک خوشیه. فإن مع العسر يسرا، صبر بکنید. فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. هر زمان که فراغت داشتی و هر زمان که باز بودی إلى ربك و از خدای خودت رو عبادت کن و از خدای خودت سخن بگو و او رو صدا بزن و بگو الحمدلله، خدایا شکرت میکنم با تمام وجود به خاطر این دستی که به من دادی، به خاطر این چشمی که به من دادی، به خاطر این گوشی که به من دادی، شکرت میکنم ای خدای بزرگ. عقل من نمیرسه که بگه ببینم بگم تو کی هستی، تو چی هستی، تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی، تو ورای تمام اینهایی، تو ورای ذهن منی. من خیلی کوچکتر از اونی هستم که بخوام ذره ای از اون بزرگی تو رو بخوام برای دیگران توضیح بدم. من هیچی نیستم و اگر هر چی میگم از فیض توئه که دارم میگم. اگر شما اونجا نشستین دارین به حرف من گوش میکنین، وصلین به اونین، وصل به اون انرژی. حالا اسمشو بذار شیوا، ام نمو شیوایا، بذار اهوراوی مزده، بذار الله، بذار هو، بذار یهوه، هر چی میخوای اسمشو بذار. فقط میدونیم که هر چی هست اونه. فایزا فرخت و فنسب و الى رب بکفرق. ایشالا که خوب و خوش باشید و در سایه ایزد منان. من شما رو میسپرم به خداوند تا جلسه دیگر. خدا نگهدار شما.